40 سال بعد از درگذشت آخرین پادشاه ایران، چطور طنین صدای همدلی با سلسله پهلوی سر از گوشه و کنار ایران درآورد؟ وضعیت پناهجویان در جزایر یونان، پناهگاه امن یا برزخ؟ و خیانت، تلویزیون دولتی تاجیکستان ایران و دولت‌های خارجی را به تلاش برای سرنگونی نظام سکولار متهم می‌کند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. 14 بعد از سرنگونی نظام سلطنت در ایران، نام شاهان پهلوی در گوشه و کنار ایران تنین انداز شده، عمدتاً در اعتراض‌های معیشتی علیه وضعیت موجود. شعارهایی مثل رضا شاه روحت شاد. فرزند او محمد رضا شاه پهلوی 40 سال پیش در قاهره پایتخت مصر درگذشت. در تمام این سالها دستگاه تبلیغاتی حکومت در ایران سعی کرده تا از نظام گذشته چهره اهریمنی نشان دهد و شاهان پهلوی را عاملان عقب ماندگی ایران. ولی چطور کار به اینجا رسید؟ جزئیات بیشتر از خشایار جنیدی. آخرین شهبانوی ایران سال گذشته بر سر مزار همسرش، پیکر محمد رضا شاه 40 سال است اینجا در مسجد رفاعی در قاهره آرام گرفته، پس از سفری پرتلاطم که از 26 دی ماه 1357 شروع شد. مصر آخرین منزلگاه شاه ایران بود، شاهی که سلطنتش با بحران و اشغال نظامی ایران شروع شد و با بحران و انقلاب به پایان رسید. رخدادهای 37 ساله سلطنت محمد رضا شاه او را به یکی از تأثیرگذارترین پادشاهان تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده. به نظر من مهمترین میراثی که از شاه به جا مونده گرفتن یک کشوری است در 1941 که بحران‌های جدی داشت، ولی در این حال دستاوردهای مهمی داشت که نتیجه حکومت پدرش بود و تونست در بیش و کم همه زمینه‌ها، زمینه رشد اقتصادی، فعالیت زنان، آموزش، ایجاد یک سیاست خارجی که بیش و کم مستقل بود، میراث پدرش رو ادامه بده. محمد رضا شاه پهلوی در 4 آبان 1298 در تهران به دنیا آمد. 16 ماهه بود که در 3 اسفند 1299 پدرش به همراه سید ضیاءالدین طباطبایی کودتا کرد و به سردار سپهی رسید. او پسر بچه‌ای 6 ساله بود که پدرش تاج بر سر نهاد و سلسله پهلوی را بنیان گذاشت. حالا ولیعهد کم سن و سال زیر سایه پدر مقتدرش رضا شاه باید برای رهبری آینده کشور آماده می شد. در نوجوانی برای تحصیل در دوره دبیرستان به سوئیس فرستاده شد و پس از 5 در 17 سالگی به ایران برگشت تا به دانشکده افسری برود. در شهریور 1320 در حالی که متفقین از شمال و جنوب به ایران حمله کردند و رضا شاه مجبور به کنارگیری شد، ولیعهد 22 ساله ایران بر تخت قدرت تکیه زد. محمد رضا شاه که در ابتدا با اشغال کشور و سپس خودداری شوروی از خروج از آذربایجان و کردستان مواجه بود، به تدریج توانست با پشت سر گذاشتن این چالش‌ها موقعیت خود را مستحکم کند. اما اختلاف شاه با دکتر محمد مصدق نخست وزیر که به برکناری او در کودتای 28 مرداد 1332 منجر شد، از نقاط عطف دوران سلطنت او بود. رویدادی که هواداران شاه رستاخیز ملی توصیفش می کنند. من در کتاب نگاهی به شاه نوشتم که به نظر من در 28 مرداد شاه نبرد اون روز رو برد ولی جنگ رو باخت، برای اینکه بعد از او دیگه یک نوع قهر پیدا شد بین بخش مهمی از جامعه ایران، به خصوص روشنفکرا، حتی بخشی از طبقه متوسط با شاه. اون قهر سیاسی به نظر من
یک صدمه عظیمی به شاه زد و هرگز نتونست اون طرفدارانی رو که پیشرفت‌های اقتصادیش باید براش ایجاد می‌کرد پیدا بکنه. با برکناری محمد مصدق، شاه در موقعیت مستحکم‌تری بود. محمد رضا شاه در سال 1338 برای سومین بار ازدواج کرد با فرح دیبا، ازدواجی که حاصلش 4 فرزند بود. اولین فرزندشان شاهزاده رضا جایگاه مهم ولیعهدی را در نظام پادشاهی ایران پر می کرد. محمد رضا شاه در سال 1341 مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید اعلام کرد. از مهمترین بخش‌های آن اصلاحات ارضی و زمیندار کردن کشاورزان و همینطور دادن حق رأی به زنان بود. شماری از روحانیون معترض اقدامات شاه شدند، ولی قیام آنها در نهایت به بازداشت و تبعید آیت الله روح الله خمینی رهبر این خیزش دینی منجر شد. به تدریج با افزایش درآمدهای نفتی وضع مالی بهتر می شد و امکان اجرای طرح‌های عمرانی فراهم تر. The heyday for the Shah, when the Shah is really coming into his own, from the late 60s on. دوران اوج حکومت شاه نیمه دوم دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 میلادی بود. این 10 سال دوران طلایی پادشاهی پهلوی بود. او سرانجام از پول و منابع لازم برای اجرای طرح‌هایش برخوردار بود. رونق اقتصادی با بهبود جایگاه جهانی ایران همراه شد. آمریکا در آن سالها درگیر جنگ ویتنام بود و این فرصت را برای تقویت حضور سیاسی و نظامی ایران در خلیج فارس و پر کردن خلأ به جا مانده از خروج بریتانیا از این منطقه فراهم می‌کرد. همزمان شاه سعی داشت با دیپلماسی فعال روابط خود را با همسایگان و کشورهای منطقه بهتر کند. مخالفانش اما شاه را به پیروی از اهداف استراتژیک آمریکا در منطقه متهم می‌کنند و می‌گویند شاه با خریدهای انبوه و بی حساب و کتاب تسلیحات غربی و به ویژه آمریکایی نقش جزیره ثبات را در تقابل با شوروی کمونیستی بازی می‌کرد. The country he inherited in 1941 invaded, occupied, prostrate. کشوری که به او به ارث رسید، کشوری اشغال شده بود، اما کشوری که ساخت، قوی‌ترین قدرت خاورمیانه و غرب آسیا و تضمین کننده عبور نفت از خلیج فارس بود. ایران روابط خوبی با همه همسایگانش داشت، حتی شوروی. بخت خوش ناشی از افزایش بهای نفت چندان دوام نیاورد. شوک قیمت نفت اقتصادهای صنعتی را دچار رکود کرد و فروش نفت ایران به سرعت کاهش یافت. بحران اقتصادی باعث به اجرا گذاشتن سیاست‌های ریاضت مالی به وسیله دولت شریف امامی شد. نتیجه اش افزایش تعداد بیکاران و ناراضیان بود. ایراد اصلی که به نظر من به شاه میشه گرفت این است که آزادی‌های سیاسی کاملا مشروح در قانون اساسی رو رعایت نمی‌کرد. البته معتقد بود که بدون اون اقتدارگرایی، اون تحول اقتصادی شگفتی که ایجاد شد ممکن نمی بود. یک سال بعد با گسترش تظاهرات ضد حکومتی در تهران و شهرهای دیگر، محمد رضا شاه پهلوی در 26 دی 1357 ایران را برای همیشه ترک کرد. سفری که قرار نبود بی بازگشت باشد. شاه به مصر رفت و چند روز بعد راهی مراکش شد. با پیروزی انقلاب، حکومت جدید بر مراکش فشار می آورد و شاه به باهاما رفت. از آنجا به مکزیک رفت و سپس برای درمان سرطانش راهی نیویورک شد. حضورش در نیویورک با تظاهرات مخالفان در آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران همزمان شد. شاه آمریکا را هم ترک کرد و به پاناما رفت و در نهایت در فروردین 1359 به مصر پیش دوستش انور سادات برگشت.
همه در واقع به شاه پشت کردن، همه در فکر منافع خودشون بودن، همه در فکر این بودن که مبادا جمهوری اسلامی منافع اقتصادی انگلیس و آمریکا و نمیدونم فرانسه و آلمان رو به خطر بیندازه. و جمهوری اسلامی هم رسماً اعلام میکرد که با تروریست ها قرارداد بسته برای اینکه شاه رو ترور بکنند. محمد رضا شاه پس از 5 ماه حضور و درمان در پایتخت مصر در 5 مرداد 1359 درگذشت. 2 روز بعد با تشریفات کامل نظامی در قاهره تشییع شد. شاه وصیت کرده بود که در ایران و در کنار اعدام شدگان ارتش شاهنشاهی دفن شود. وصیتی که در 40 سال گذشته امکان پذیر نبوده. خشایار جنیدی، بی بی سی. تازه ترین گزارش دیدبان حقوق بشر حاوی مستنداتی در مورد بدرفتاری پلیس یونان با پناهجویان و اخراج غیرقانونی آنها از طریق مرزهای خاکی و آبی است. بعضی از کشورهای اروپایی با انتقال عده‌ای از کودکان پناهجو و خانواده‌هایشان برای دسترسی به درمان موافقت کردند، اما هنوز هزاران نفر در انتظار مکانی امن برای خود و بستگانشان هستند. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. آثار رفتار پلیس یونان بر تن یک پناهجو. دیدبان حقوق بشر میگوید این تنها یک نمونه نیست. این سازمان گزارشی درباره رفتار غیر انسانی پلیس یونان با پناهجویان در مرز ترکیه و اخراج غیر قانونی آنها منتشر کرده. پلیس آمد و ما را نگه داشت. لباس‌هایمان، پول، غذا، موبایل، هر چی داشتیم را از ما گرفت و ما را به مرز برگرداند. در مرزهای آبی هم پناهجویان را به زور در قایق‌های بادی می‌نشانند و به سمت ترکیه رها می‌کنند. دولت یونان اما این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را اخبار جعلی خوانده است. یونان بیشتر کمک‌های مالی اروپا را برای حمایت از پناهجوها می‌گیرد. این پول برای کمپ‌ها و همینطور برای حفاظت و مدیریت مرزهاست. بعد از انتشار گزارشمون در هفته گذشته، ما از کمیسیون و اتحادیه اروپا خواستیم که این حمایت مالی رو کم کنن تا که این سوء استفاده در مرزها کم بشه. در قلب اروپا، اما به نظر در سرزمینی فراموش شده روزگار می‌گذرانند. افسردگی و در نتیجه خودزنی و خودکشی در کمپ‌های پناهجویان یونان به شدت زیاد شده است. مختار 31 ساله و 9 ماه است که در کمپ موری است. پسر او دچار افسردگی شدید شده است. زن و بچه همه روانی شده. بعد وضعیت درست حسابی نداریم. از هر لحاظ حساب کنی، هم از لحاظ دکترش 5 صبح میریم سر دکتر، به ما دارو نمیدن. میگه دارو نداریم، همینه، آب بخوریم. نبودن امکانات بهداشتی و دسترسی محدود به کلینیک‌های درمانی یکی از مشکلات اصلی این کمپ‌های پرتعداد است. آب تنها برای چند ساعت در روز وجود دارد و صف‌های حمام بسیار طولانی. افرادی که اینجا تو صف هست معمولاً 3 دقیقه 5 دقیقه تو صف وای میستن، به نوبت بهش برسد نیم ساعت طول می‌کشه. تقریباً من بدون اغراق میتونم بگم همه کمپ بیماری گال دارن. اینو درمان میکنی، اون یکی از میگیره، اونو درمان میکنی. توی چادری که 20 نفر 25 نفر تخت زدن و بچهای کم سن با هم دیگه زندگی میکنن و از وسایل هم دیگه مجبورن استفاده کنن چون امکانات خیلی زیاد نیست، خیلی سریع دوباره از هم دیگه میگیرن. این یک زخم کوچیک گال به زخم وحشتناکی تبدیل میشه به خاطر گرما، به خاطر نبودن بهداشت کافی. آلمان در روزهای گذشته با انتقال 100 کودک مهاجر از جزایر یونان که به درمان نیاز دارند موافقت کرده. اما صحبت از هزاران پناهجو در این کمپ هاست. اگرچه انتقال چند صد نفر از آنها امید بخش است، اما این هزاران نفر نیاز مبرم به انتقال به محلی امن دارند. یونان اولین خاک اروپایی که این پناهجوها رسیدن، برای همین یونان مسئول رسیدگی و انتقال اونهاست و البته بقیه کشورهای اروپایی هم میخوان که پناهجوها همونجا بمونن، برای همین از یونان حمایت مالی میکنن و به سادگی هم با انتقال پناهجوها به خاک کشورشون موافقت نمیکنن. چیزی که ما چندین ساله میگیم اینه که کشورهای اروپایی یونان رو محل انبار پناهجوها میبینن. درست
دولت یونان با هدف تهیه منابع و فضای بیشتر در کمپ‌ها قانون جدیدی را تصویب کرده که پناهجویان پس از دریافت قبولی پناهندگی در عرض یک ماه باید کمپ و یا محلی که برای اسکان در اختیار داشتند را ترک کنند. این دوره قبلا 6 ماه بود که پناهجویان فرصت داشتند زبان یاد بگیرند و برای خود کار و سرپناه پیدا کنند. ما را گفت تا هفته دیگه وقت داریم که باید بریم کمپ ترک کنیم. چرا؟ به خاطر که آیدو کردیم اینجا کارای داره نمیکنه، مگه شما دیگه از این کمپ خلاص شدین باید بریم بیرون. حقوقت هم قطع شده؟ نه. سه ماه میشه حقوقم قطع. تا روز دوشنبه وقت داده که باید ترک کنیم اینجا. کمیساریای عالی پناهندگان نگران است قطع شدن کمک به این افراد قبل از موعد مقرر بسیاری را به سمت فقر و بی‌خانمانی سوق دهد. این شرایط تغییر بزرگی ایجاد کرده و چالش های پناهجویانی که درخواست پناهندگیشون قبول شده رو بیشتر کرده. برای مثال این افراد برای اجاره خونه به شماره مالیاتی نیاز دارن. برای گرفتن این شماره باید نامه از کارفرمایی که قبول کرده بهشون کار بده داشته باشن. یک دور باطله. یعنی اگه کار نداری شماره مالیاتی نمیتونی بگیری، اگه شماره مالیاتی نداری خونه نمیتونی اجاره کنی و تو خونه هم اجاره نکنن نمیتونن از مزایای دولتی مثل اجاره و کلاس های یادگیری زبان و بقیه مزایا استفاده کنن. برای همین ما از دولت یونان خواستیم برای اینکه این افراد بتونن روی پای خودشون بایستن دسترسی به نیازهای اصلی و اولیه رو آسون تر کنه. کمیساریای عالی پناهندگان میگوید راه حل جابجایی این افراد از جزایر به سرزمین اصلی نیست و باید با مرحله‌ای کردن این روند به افراد آسیب پذیر فرصت داده شود تا در جامعه جای خود را پیدا کنند. نمیدونم آیا کی میتونم زن و بچه‌مون تو آسایش برسه. آیا بعد از کمپ موریا آتن چی در انتظار من نمیدونم. آنایتا شمس، BBC. شبکه‌های سراسری تلویزیون تاجیکستان اخیراً فیلمی را با نام خیانت پخش کردند که در 3 قسمت چهره‌های مخالف دولت این کشور را تقبیح می‌کند و آنها را وابسته به خواجگان خارجی می‌داند که برای لطمه زدن به تاجیکستان و سرنگونی نظام سکولار آن از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. چیزی که به عنوان شواهد در این فیلم دولتی پخش شده اعترافات زندانیان و افراد محکوم است و بار دیگر ایران به دخالت در امور تاجیکستان و حمایت از مخالفان دولت متهم شده. جزئیات بیشتر از داریوش رجبیان. استفاده بردن یراق‌های گوناگون ما رو جلب کرد برای جهاد کردن در افغانستان. کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد. خیانت، لفظی که دولت تاجیکستان بیش از پیش برای توصیف مخالفان خود به کار می‌برد و حالا عنوان فیلمی 210 دقیقه‌ای عبارت از 3 قسمت که اخیراً از همه شبکه‌های سراسری تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد. خیانت بر مبنای اعترافات افراد بازداشتی و محکوم ساخته شده. تو کبیری میگویم که از این دهه شرمنده و گریخته رفتی، مردم دهه رو شرمنده کردی، با هر خل تهمت و گپایی که در واسطه اخبار اما گپ میزنی مردم دهه رو در خجالت موندی، مردم تو رو بخشیدن نمیتونه. سازنده فیلم که نام و نشانی از او در تیتراژ خیانت وجود ندارد 25 پرونده را ورق میزند. صحبت‌های ندامت‌آمیز محکومان را پخش می‌کند که برخی از آنها دیگر زنده نیستند. حزب نهضت اسلامی یا حزبی شد که امروز مردم آگاه هست، یا حزبی آتش نفسی، خطاکاری، غلطکاری، بی‌ادبی، زیان آور. در این فیلم نوک شمشیر به سوی حزب نهضت اسلامی نشانه رفته که 5 سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش را به عنوان سازمان تروریستی و افرادگرا ممنوع کرد، به ویژه به طرف رهبر آن محی‌الدین کبیری. کبیری، من همچون راننده نه، همچون غلامی تو بودم. تو پیش از همه به من خیانت کردی. در این فیلم معترفان اصلی پسر عمه، برادر زن، خویشاوندان دیگر و راننده سابق آقای کبیری هستند. رانندم 20 سال راننده من بود در مسکو، در روسیه، در تاجیکستان و جزء خانواده من بود. شما تصور کنید که وقتی یک نفر مجبور می شود و نزدیکترین انسان خودش در دوربین نگاه کرده این تهمت ها را می کند، پس چقدر اون حجم شکنجه بالای آنها زیاد است. اما اونها یک ماه دراز تحمل کردند، فقط بعد از آن که دیگر من هم حق نداشتم باعث خدای نکرده کشته شدن یا زندانی شدن باشد، ما گفتیم که دیگر شما حق دارید که این حرفا را بزنید، ولی به شرط باز یک شرط موندیم که اونها وعده بدهند که شما رو زندانی نخواهند کرد و مالکیت شما رو مصادره نخواهند کرد.
رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا در اروپا به سر می‌برد میگوید که اعترافات افراد نزدیک به او در پی معامله ای صورت گرفته. میگوید ظرف یک ماه روزه نزدیکانش را به اداره امنیت محلی می‌بردند و شکنجه می‌کردند تا این اعترافات را بگیرند. وگرنه به گفته او هر یک از آنها را به 20 تا 25 سال زندان و مصادره اموال تهدید می‌کردند. در تماس‌های بیشمار بی بی سی فارسی هیچ مقام حکومتی یا کارشناس نزدیک به آن حاضر نشد به این حرف‌های آقای کبیری جواب دهد. در فیلم خیانت 31 بار از کشوری یاد شده که به قول راوی مسلمان است و برای مردم تاجیکستان معلوم، اما نام آن کشور را حتی یک بار نمی‌شنویم. گذاشتن کورس‌های تعلیمی مذهبی و تروریستی کشوری به مردم تاجیکستان معلوم. البته در مواردی پرده از روی کشور برای تاجیکان معلوم برمی‌افتد، مثلا در اعترافات ضبط شده که بعضی نام شهرهای قم و کرج و پردیس و بومهن را به زبان می‌آورند. اکثریت جوان‌هایی که در حادثه های شروع سپتامبر اشتراک کردگی، اکثریتش میگفتن که در مازندران یا در کرج یا در قم آموزش های نظامی دیدن. و در مواردی نقشه نشان داده می شود که نمی تواند جای جز ایران باشد. گروه جوانان تاجیک عبارت از 25 نفر در باشگاه های نظامی کشور به ما معلوم، یعنی حکومت تاجیکستان بار دیگر ایران را به هم دستی به چیزی متهم می کند که تلاش برای کودتا در سال 2015 توصیف شده. اتهامی که بار نخست درست 3 سال پیش در فیلمی این چنینی مطرح شد و اعتراض کتبی سفارت ایران در دوشنبه را در پی داشت. اما چرا این بار بدون ذکر نام؟ به داوری من اگر که بخوایم فاکتور دخالت روسیه رو ندیده بگیریم به پاسخی در این زمینه نمیرسیم. مطمئنن روسیه و شاید هم چین به خاطر رابطه بسیار تنگاتنگی که نسبتاً با ایران دارن اجازه نمیدن که یکی از کشورهایی که به هر صورت با پیوندهایی به این دو قدرت بزرگ منطقه‌ای پیوسته است مثل تاجیکستان وارد یک رابطه بسیار بسیار پرتشنجی بشه. چه با نام و چه بی نام، کشور برای مردم تاجیکستان معلوم از محتوای فیلم خیانت برای همگان معلوم می شود. پس چرا ایران واکنش صریحی به این اتهامات نشان نمی دهد؟ سید یونس اسراشنی هم از متهمان فیلم خیانت دولت تاجیکستان است. اگر واکنش نشان ندادند، نمیخواهند روابطشان با تاجیکستان، با مردم تاجیکستان، بالاخره حکومت ها میآیند و میروند. اما برای ایران تاجیکستان که آمریکا نیست، مشغول بشود با آن، یا حتی عربستان سعودی هم نیست. تاجیکستان یک کشوری هم زبان، هم فرهنگ، خیلی از مشترکاتی هست. اصلا چی عرض کنم؟ تقریبا یک جسد هم، یک روح هم اینها. تروریستان نهضتی با تروریستان القاعده همکار. فیلم خیانت مدعی است که ایران به جوانان تاجیک آموزش تروریستی میدهد تا آنها در نهایت حکومت سکولار تاجیکستان را براندازند. من گمان نمی کنم که ایران در مقامی باشه که دخالت، یعنی حمایت عملی بکنه برای دخالت بسیار مستقیم در امور تاجیکستان. فراموش نکنیم که همچون زمان اتحاد جماهیر شوروی که یک دو جین احزاب کمونیست در مسکو دفتر داشتند، ولی همچنان دولت شوروی با کشورهایی که این احزاب کمونیست از اونجا می آمدن رابطه تنگاتنگ داشت، در حال حاضر هم ایران خودشو ام القرای اسلام میدونه و تلاش میکنه که دفاتری در شهرهای بزرگ ایران به ویژه قم و یا تهران برای سازمان‌های اسلامی منطقه داشته باشه، طلبه‌های این کشورها رو آموزش بده در شهر قم یا حوزه‌های دیگه اسلامی در این کشور. ولی اینکه بره به سمت اینکه در حقیقت اینها رو آموزش نظامی بده و به نوعی اینها رو در حقیقت ترغیب کنه که برن در کشورهای خودشون و اونجا عملیات نظامی یا تروریستی انجام بدن، به نظر بعید میاد. چرا که همینجا اشاره کنم، این پسند و خورند سیاستگذاری روسیه نیست. روسیه نمیتونه چشمشو ببنده و اجازه بده ایران هر کاری که میخواد در تاجیکستان بکنه. به گفته محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این تشکل از زمان پایان جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997 دیگر از حمایت مالی ایران برخوردار نبوده. او فیلم خیانت را پروژه دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میداند. در تماسی که با این دفتر داشتم گفته شد که این فیلم از آفریده های استودیوی تاجیک فیلم است و ربطی به این نهاد ندارد.
چند روز پیش رئیس استودیوی تاجیک فیلم نام کارگردان این فیلم بی امضا را اعلام کرد. رستم ستارزاده، نامی که برای محافل خبری تاجیکستان چندان آشنا نیست، هرچند در فیسبوک نمایه‌ای دارد. و در جستجوگر گوگل نام او صرفاً با خبرهای مربوط به فیلم خیانت ظاهر می شود. همزمان پژوهشگاه راهبردی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در تقدیر از این فیلم کنفرانس علمی راهبردی برگزار کرده. هرچند سخنرانان این همایش دعوت بی بی سی برای تبیین موضع خود را نپذیرفتند. مسئولان استودیوی تاجیک فیلم هم به من گفتند که مایل نیستند در این زمینه گفتگو کنند. با استفاده از عقیده‌های دینی و افراطی و دسیسه‌بازی‌های خواجگان خارجی، گروه خیانتکاران به سر این ملت خیانت با تمام پرسش‌هایی که پدید آورده، دلیل تازه دیگری است بر پنبه شدن همه رشته‌های صلح بین تاجیکان که 23 سال پیش حاصل شد. رئیس جمهور تاجیکستان در بزرگداشت روز امضای آن توافق ماه گذشته رسما یکی از دو طرف صلح را حذف کرد و گفت: ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکرده ایم. حکومت مملکت سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را با اتحاد نیروهای مخالفین به امضا رسانیده است. و ستون فقرات آن اتحادیه همین حزب نهضت اسلامی بود و طرف مذاکره امام علی رحمان، رهبر وقت این حزب عبدالله نوری. داریوش رجبیان، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.